خب خدمت آقای ایرج عرب مدیر عامل پرسپولیس هستیم. آقا خیلی خوش اومدیم به برنامه. ممنونم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همکارانتون و همچنین سلام و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و تبریک عرض می‌کنم سال روز ورود آزادگان عزیزمون رو به کشور. خب یه چیزی بچه‌ها اگه بتونن نظرسنجی که داشتیم و بذارم من نظر آقای عرب بتونم در مورد نظرسنجی بپرسم. خب کدام عامل موجب شده تا عملکرد مدیر عامل و هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از طرف طرفداران زیر سوال برود؟ یک، عدم تمدید قرارداد با برانکو. دو، انفعال در بازار نقل و انتقالات. سه، تعلل در جذب مهاجم. چهار، برپایی اردوی بیکیفیت پیشفصل در ترکیه. پنج، برخورد نامناسب با بازیکن‌های لیست مازاد. شش، عدم پرداخت به موقع مطالبات بازیکن‌ها و کادر فنی. خب نظرتون رو می‌خواستم بدونم. من فکر می‌کنم که کارهای خیلی خوب که در باشگاه انجام شده رو دیده نشده و خب بیشتر بحث چالشی و مسائلی هست که در مورد همه موضوعات توضیحاتی وجود داره و من فکر می‌کنم که نقاط قوت بسیار زیادی در عمل کرده در واقع هیئت مدیره در این مدت وجود داره. بحثی که پس دلیل انتقادها فکر می‌کنین چیه؟ ببینید، ما بایستی که واقع میباشیم نسبت به مسائل. یه مقداری سطحی به موضوعات پرسپولیس نگاه میشه. پرسپولیس یک باشگاه دولتی هست با انبوهی از مشکلات. شاید این حرف رو شاید بگن که فلانی این موضوع رو مرتبا تکرار میکنه، ولی شما در آینده خواهید دید که این مشکلات با تغییرات مدیریتی نه در گذشته حل شده و نه در آینده. خب آخه الان میدونید حل خواهد شد. الان به هر حال باشگاه خصوصی نیست و شما هم قبول کردین که اومدین توی باشگاه دولتی دارین کار میکنین و قطعا هم با مشکلات باشگاه آشنا بودین از قبل دیگه. بله، ببینید یه سری اتفاقات میفته که اصلا ربطی نداره به اینکه شما قبلا میدونستی یا نه. یه دفعه نرخ ارث برابر میشه، اینم شما میدونستید در قبل از اینکه بیاد در باشگاه، میدونستید نرخ ارث برابر میشه، میدونستید تورم ریالی میره بالا. خب درآمد شما، میدونستید آقای برانکو یه دفعه تصمیم میگیره که بره. نه، چه درآمد؟ درآمد وقتی که درآمد ریالی هست چجوری میتونه افزایش پیدا بکنه، خودش رو به نوسان ارزی برسونه؟ یه در مثلا قراردادی که فرض بفرمایید با 5 میلیارد با مربی بسته شده، 6 میلیارد بسته شده، یه دفعه میشه 18 میلیارد. این چجوری شما میتونید با درآمد ریالی این رو جبران بکنید؟ این موضوعی نیست که شما میدونستید یا نمیدونستید. در مورد آقای برانکو شما یعنی حدس نمیزدید که ایشون بخواد جدا شه؟ خیلی از رسانه‌ها قبلش نوشته بودن احتمال داره آقای برانکو تو پرسپولیس نمونه. ببینید، اصلا بحث حرفه‌ای‌گری با بحث رسانه‌ای خیلی متفاوته. آقای برانکو قبل از اینکه برن، روز قبل از رفتنشون اعلام کردن که من هستم. فرداشون وکیلشون نامه نوشتن که اون مطالبات من رو که دیروز هم عرض کردم مطالباتی بود که در پایان پس ایجاد شده بود بخشیش، یعنی مثلا در پاداش لیک از قبل در واقع تعیین نشده بود، یعنی پرداخت نباید میشد که بعد وقتی که لیکشون قهرمان میشد پرداخت میشد، یعنی همون روزهای آخر این بدهی ایجاد شده بود و اعلام کردن که این طلای منو بدید، پیش پرداخت فصل منم بدید، من میمونم. الان بعضی‌ها میگن که اینکه باشگاه یکم دیر پول ایشونو پرداخت می‌خواست بکنه در واقع بهانه داد دست آقای برانکو برای اینکه جدا شه پرسپولیس. ببینید، ایشون دو ماه قبل از رفتنشون 500 هزار دلار یورو یعنی 8 میلیارد تومان پول گرفتن و نامه زدن که آقا من تا 18 جون پول من رو بدید، من میمونم، پیش پرداخت من بدید. 4 روز قبل پول آماده شد، به ایشون اعلام شد که بیاد بگیرن. چون میدونید که ایشون سابقه همه پرداختیه که بهش انجام شده بود واریزه به حساب نبود، به دلیل تحریم و مسائل این چنینی ما امکان واریزه به حسابشون رو اصلا نداشتیم. ایشون مسبوق به سابقه بود که بچه‌شون رو به صورت نقد دریافت بکنن، از جمله همون 500 هزار یورویی که ایشون دو ماه قبل از رفتنشون دریافت کردن. من خودم در هتل آزادی به صورت نقد توی پاکت تحویل ایشون دادیم و رسید گرفتیم از و پولشون هم آماده شد، اعلام هم کردیم. 4 روز قبل از موعدی که ایشون تعیین کرده بودن که بیاد پولشون رو بگیرن، 2 روز قبل از اینکه موعد تموم بشه اعلام کردن که دنبال فصل هستن. الان انتقاد هوادار رو فکر کنم بیشتر در مورد این مسئله باشه که به هر حال آقای برانکو 4 سال توی پرسپولیس حضور داشتن و چرا تو دوره آقای عرب این اتفاق افتاد؟ اصلا بالاخره این اتفاق، یه مربی چند سال میمونه در یک جایی؟ همه عمر میمونه؟
یه روزی میره دیگه. اتفاق تو دوره ما افتاد، میتونست دوره قبل بیفته، میتونست در دوره بعد بیفته. ایشون تصمیم به موندن نداشتن. از اینجا معلوم شد که وقتی که منزل ایشون رو بعدن ما تحویل گرفتیم، که البته حالا برای جابجایی و این مسائل، دیدیم که 2 ماه قبل وسایل ایشون تحویل گمرک شده و رفته. خب هوادارا خیلی توقع داشتن که ایشون نگه داریم، به هر حال مربی موفقی بودن. آقای عرب، تمام تلاش هیئت مدیره با و باشگاه این بود که ایشون بمونه و جلسات مختلفی برگزار شد. تأمین این رقم 1 میلیون یورویی در عرض 1 هفته با اون همه مشقت و گرفتاری، این فکر میکنه تلاش نیست؟ تلاش چیه؟ اینی که ازشون خواهش کنیم بمونن تلاش نیست، این که ما ترغیب کنیم ایشون رو، تشویق کنیم که پولتون آماده است بیاد بگیرید، اینها تلاش نیست؟ شما تلاش رو به چی میگید؟ شما تصور میکنید که ایشون میخواسته پول رو بگیره و بره، درسته؟ قطعا که وقتی که ایشون 2 ماه قبل وسایلشون رو بردن، قطعا همینطوری بوده دیگه. مشخصا تصمیمشون به رفتن بوده. همه شواهد و قرائن نشون میده که ایشون میخواسته بره. شما با شما در جریان نبودین که ایشون میخواسته ایران رو ترک کنه؟ نه، ما در جریان نبودیم. و وسایل خونش رو خالی کرده فرستاده گمرک، چجوری متوجه اینا رو؟ باشگاه به خونه و زندگی شخصی افتاد که نظارتی نداره خونه. مگه شما اجاره نکردین باشگاه؟ با خونه رو اجاره کردین. وقتی شما خونه رو اجاره میکنی، از یکی تحویل میگیرید، صاحبخونه هر روز میاد ببینه شما چیکار میکنید. گفتیم شاید صاحبخونه که نگاه نمی‌کنه. ما که دیگه اصلا صاحبخونه هم نبودیم و ایشون صاحبخونه بودن و اختیار شخصی زندگی خودشون داشتن و باشگاه هیچ وقت در اینجور مسائل دخالتی نمی‌کنه، بیاد بره ببینه زندگی فردی و شخصی فرد چه جوری می‌گذره. ولی در این حال تلاش چی هست؟ تلاش اینه که شما ازشون خواهش کنی بمونی و تلاش این هست که ایشون هر آنچه که در مدتی که بنده بودم و هیئت مدیره و بنده در حد توان تأمین کردیم، تلاش اینه که 2 ماه قبل 500,000 یورو حدود 8 میلیارد تومان پرداخت کردیم. تلاش اینه که پولشون رو آماده کردیم در موعد مقرر. ایشون گفت حالا اون از قبل من اگه بدهی داشته طلبام رو عیبی نداره که نهدید، الان بدید چشم، ما هم آماده کردیم. اینه که میگه تلاش یعنی این. من فکر میکنم تلاش چیز دیگه ای باشه. شما باید تعریف کنید که تلاش، اگر واژه دیگه یا گزینه دیگه برای تلاش وجود داره، شما بفرمایید که ما اون انجام نداده باشیم، من توضیح بدم. درست، خیلی ممنون. یه میان برنامه میبینیم نظر مردم در مورد پرسپولیس و اتفاقاتی توی این باش گفته، سوالاتی که از آقای عرب دارن. دوباره برمیگردیم، بحث رو ادامه خواهیم داد. سلام علیکم. سلام، شما خوبه؟ ممنونم، شما خوبی؟ فوتبالی یا؟ بله، دو آتیشه. کجا؟ طرفدار پرسپولیس. پرسپولیسی هست. پرسپولیس. ما سوال اون ویژه شما پرسپولیس است اتفاقا. الان آقای ایرج عرب مهمان برنامه هستن. چه سوالی به من یک طرفدار از ایشون داری؟ سوالم اینه که حقیقتا خب جدا از عملکرد ضعیفشون تو نقل و انتقالات، اینکه تو این مدت بازیکن جذب نکردن، چون بازیکن رفته بودن، خب هیچ در واقع صحبتی نکردن در مورد اینکه بخوام برگردن، که چرا شفاف سازی نمیکنن تو امورات باشگاه، اینکه حالا چیکار دارن میکنن، اینقدر ساکت و اینقدر پشت پرده و هیچ عملکرد مثبتی هم ندارن و هیچ بازخوردی ندارن، چرا واقعا اینقدر تو سکوت خبری هستن و اینقدر با هوادارا رک نیستن، شفاف صحبت نمیکنن، آدم بدونه حداقل تو این باشگاه چی میگذره. برانکو که ستون اصلی تیمه، برای چی میذاره بره؟ یعنی پرسپولیس اینقدر بودجه نداره که بخاطر اینا نگرداره به این بزرگی؟ جوابگو باشن که چرا آقای برانکو رو اجازه دادن آقای برانکو از تیم بره با این همه بدهی هایی که داشتن. به نظر من با نتایجی که آقای برانکو گرفتن، باید اول هزینه های آقای برانکو رو پرداخت میکردن بعد میرفتن سراغ بقیه، که آقای برانکو بمونه همچنان به تیم کمک کنن و قهرمانی این فصل هم قطعا اگه آقای برانکو میمون برامون مسجل میشد. میشد آقای برانکو رو نگه داشت، ولی متاسفانه فکر میکنم یه مقدار مدیریت ضعیفی بود توی این قضیه که آقای برانکو رفتش. عمل کرده آقای عرب رو چجور میبینی؟ خوب نیست. دو تا بازیکن ها باعث شدن برن از تیم، زده شدن، یه جورایی فراریشون داد، خسته شدن. عمل کرده آقای عرب حقیقتا نسبت به این چند سال اخیر خیلی ضعیف بوده نسبت به مدیرای قبلی. باز مدیرای قبلی تونستن
یه حرکتی انجام بدن بازیکنان خوب بگیرن، آقای ترابی اومد و اینا، ولی الان بازیکنان که برگشت همه تو پرسپولیس بودن، هیچ مذاکره نشد عملاً، خودشون خواستن برگردن و یه قرارداد امضا کردن. توی فصل یارگیری که ما الان مهاجم نوک نداریم، استقلال همینجوری داره بازیکن میگیره، ما نمیدونیم اونا پولا رو از کجا میارن که ما نداریم. ما تا فینال آسیا رفتیم، این پولا کجا هزینه شده مشخص نیست. اگر حسابرس داره وزارت ورزش که باید بیان ورود بکنن ببینن این پولا کجا رفته، چرا ما نمیتونیم مهاجمی رو که میخوایم بگیریم، اما استقلال مهاجمشو گرفته، بازیکناشو گرفته، مربیشو گرفته، اردوی پیشفصلشو رفته، اون اردوی پیشفصل ترکیه ما بود و اینم وضعیتمونه. واقعا در شأن تیم قهرمانی که سه بار پیاپی قهرمان شده نیست. عملکرد خوبم داشته یا نه؟ من چیزی تا حالا ندیدم. به دوست چرا دروغ بگیم؟ دوست تا بعد بازیکن‌ها رو نذاشته برن. آقای بهرامور می‌خواسته بره نذاشته. دوست تا بازیکن‌ها قبلو گرفته، آقای امیریو گرفته، آقای احمدزاده رو گرفته. اینا خوبه. نکته خوبه شده. تا فصل پیش عالی بوده. ولی این فصل من خیلی رضایت ندارم. با توجه به اینکه بازیکن‌های خوبی از دست داد و اینکه از همه مهم‌تر پرانکو رو از دست دادیم دیگه این فصل. بد نبوده، خوبه. ولی خب با رفتن آقای برانکو یه خورده این سوء مدیریت به نظر من خودشو نشون داد. خیلی ممنونم ازت. دست درد نکنه. متشکرم. خب نظر هواداری پرسپولیس رو شنیدیم در مورد مدیریت آقای عرب و همینطور عملکرد باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقالات. آقای عرب در خدمتتون هستیم. ببینید ما به نظر هوادارامون احترام می‌ذاریم. البته این بخش بالاخره سوال در چه سطحی انجام شده واسه ام قابل تعامل هست که در آقا انتقاد دارین نسبت به سوال. بله بالاخره به نحوه پرسیدن سوال، ولی مسئله این هست که همین هایی هم که مطرح شد، شما آقای بهرامند موندن، آقای علیپور رو نگه داشتیم، آقای ترابی رو نگه داشتیم، آقای انصاری رو نگه داشتیم، بازیکنانی بودن که شروطی در قراردادشون بود که به راحتی میتونستن از باشگاه جدا بشن. چه شروطی؟ شروطی که درصدی رو به باشگاه در واقع از یه باشگاه آفری بیارن، باید پرداخت درصدی میتونستن برن. مثلا من شنیدم که ترابی اگه 25 درصد میداد میتونست جدا بشه. به راحتی میتونست جدا بشه. آقای انصاری به راحتی میتونست. انصاری اصلا آپشنی برای کلا برای فصل قرارداد ظاهرا آپشن، همه چی به نفع محمد بود که خیلی راحت به راحتی میتونست جدا بشه. این که میگن بازیکن ها اومدن و به راحتی این اتفاقات موندنی شد، اینا اتفاقاتی است که در واقع اصلا درست نیست. باشگاه هیئت مدیره تلاش کردن، کار بسیار زیادی انجام شد، پرداختی صورت گرفت و تغییرات ایجاد شد تا تونستیم بازیکنها رو حفظ بکنیم. اینی که بالاخره شما بازیکنانی که سه دوره تیم رو قهرمان کردن، نگه داشتنشون رو و تلاش هایی که برای نگه داشتنشون و تمدید قراردادشون انجام شد نادیده بگیریم، به نظر من فکر کنم دلخوری شما از دو سه تا هواداری بود که گفتن شما هیچ کار مثبتی انجام ندادید. اصلا شک نکنید، اجحاف هست که تلاش هایی که صورت گرفت، ما آقای امیری رو گرفتیم، آقای کنعانی زادگان رو گرفتیم، الان مهاجم خارجی مونم تو راه داره میاد. خیلی شو ندادیم. واقعیت اینه که این که شما مثلا شعبدی چه مشکلی رو از باشگاه حل میکنه، بیا هر روز مصاحبه کنی چه مشکلی رو حل میکنه. مسائلی در باشگاه پرسپولیس هست که از دید هوادار دوره. مثلا شما نگاه کنید، بعضی از دوستان میرن به هوادار میگن آقا به اسپانسر کمک نکنید، اسپانسر پول به باشگاه نمیده، سیم کارت ها رو بشکنید. خب این از اسپانسر. دولت هم که کمک نمیکنه، هواداری هم که حالا بالاخره ما حساب هواداری رو هم که چک کردیم تو این چند مدت، آنی شما کارتی داده بودی که هوادار کمک کنه، هزار تومانی هم وارد از حساب هواداری باشه، هزار تومان هم نبود، حتی هزار تومان هم وارد نشده بود به حساب هواداری. خب اون که نیست، یه دم که میگن آقا بری سیم کارت رو بشکنید که اون اسپانسر هم، اونم که نیست، دولت هم که کمک نمیکنه. بعد توقع داریم بازیکن 1 میلیون دلاری هم بگیریم. این دقیقاً کجاست؟ این شما اینجا کجا مشکل رو میتونی حل بکنی؟ از آسمون پول میاد؟ یه بخشی از حرفایی هم که پخش نشد، حالا من قبلش شنیدم، این بود که بعضی از هوادارا میگفتن که چرا باشگاه استقلال اینقدر هزینه میکنه و باشگاه پرسپولیس نمیتونه، با وجود اینکه حالا نسبت به استقلال طرفدار بیشتری هم داره. ببینید ما در مورد باشگاه دیگه که نمیتونیم صحبت کنیم که، و اجازه هم نداریم، چون هر کسی در واقع حیطه اختیارات خودش هست. ولی ما داره نظم مالی هست باشگاهمون و کاملا درآمدهامون مشخصه، هزینه هامون کاملا مشخصه، واقعا در درآمدها کفاف هزینه ها رو نمیده.
شما بازیکن باید امروز بازیکن رو اگر که قیمت بازیکن‌ها امسال خیلی بالا رفته، اگر نگیری فشار هواداری و اگر بگیری بعد پرداختش با مشکل مواجه میشه. اینجور نیست که، ببینید خیلی از مسائل هست که گفتنش تو این شرایط گفتن بسیاری از مسائل من فکر میکنم که برای تیم حاشیه ایجاد میکنه. آقای بیرانوند این که تو خبر من خوندم که 7 میلیارد تومان با پرسپولیس قرارداد بسته، چقدر ساعت داره؟ آقای بیرانوند قراردادش اصلا تغییر نکرد، ایشون آفرایی هم داشت و با غیرت در پرسپولیس موندن، صحبت کردیم باشون و پس شما اون 7 میلیارد به طور کامل تکسیب می‌کنید؟ در واقع از خودشون گذشتن و موندن. همچنین بازیکن‌های دیگر رو ما با بالاخره مذاکرات زیادی صورت گرفت برای موندن بازیکن‌ها و اینی که بازیکنایی که تیم قهرمان کردن رو بگیم نه تیم همونه، خب تیم همونه، تیم همون تیم قهرمانه دیگه، چهار تا دو تا ملی پوش هم بهش اضافه شده، بازیکنای دیگه هم بهش اضافه شدن، جوان‌ترا رو گرفتیم، یک سرمربی بسیار خوب آوردیم. بالاخره آقای برانکو یه روزی از پرسپولیس میرفت، این اتفاق ما نمیافتاد، ایشون من توضیح دادم که خودشون خواستن برن. بنابراین کارهای بسیار خوبی، ما اینستاگرام 2,700,000 فالووریمون رو که مشخص نبود در اختیار کی بود، با اینکه در اختیار پیشکسوتی بود، با اینکه نامه رسمی هم ایجاد شده بود در اختیار باشگاه نبود، باشگاه هم میزد. پیشکسوت درسته یا نه؟ نه ببینید، حالا اون یه موضوعاتیه که نمیدونم دقیقاً، هنوز مشخص نیست، ولی دادیم که دادگاه بررسی کنه ببینن که چون حساب مشخص درآمدزایی ازش میشده تا این مدت 17 ماه و بابت استوریایی که گذاشته میشده پول میگرفتن، اونو دادیم که بررسی بکنن. در واقع کارهای بسیار زیادی که انجام شد در باشگاه اینا دیده نمیشه و فکر میکنم آره بیشتر یک فضا سازیه. اگر الان شما تیم امروز نیاز به چی فکر کنم دلخوری شما از این سری کانال های هواداریه که دیروز هم گفتم تیم الان بیش از هر چیزی نیاز به آرامش داره. الان آقای برانکو دو ماه رفته، آقای کالدرون اومده، هنوز میگن آقای برانکو، آقای کالدرون داره کارش انجام میده. شما الان اصلا دور از انصافه که به آقای کالدرون و دستیاراش و تیمی که الان در حال حاضر بسته شده و پنجشنبه میره تو زمین نپردازی. شاید این عملکردشون تو بازی‌های دوستانه باعث شد که همچنان آقای برانکو اسمش بمونه توی مطبوعات. خب این که اصلا بازی دوستانه است، خودتون هم میفهمید بازی دوستانه و تدارکاتی، ایشون دارن تیم ارنج میکنن دیگه، طبیعتا خودشون هم هیچ وقت نگفتن که موضوع نتیجه است. شما اصلا در این بازی‌ها بحث نتیجه مطرح نیست، ایشون اصلا سبک و سیستم بازیشون تفاوت داره، باید صبورانه نسبت به موضوع رفتار کنیم، آرام باشیم و از تیم حمایت کنیم. احتمال داره نتایج هر آی برانکو هم اوایل که اومده بودن مگر همه نتایجشون برد بود و نتایجش عالی داشتن، خب بعد آروم آروم در تیم موندن و این نتایج کسب شد. فکر میکنم یک جریان آی برانکو از اول نتایجش خوب بود، اون سالی هم که اومدن عملکردشون برحال بالاخره بعد به این برانکایی که نهایتا رفتن همون برانکای ابتدا نبودن، بعدا شد در پرسپولیس برانکو شد دیای برانکو، درسته؟ بعد و اینکه از آقای کالدرون حمایت کنیم، از باشگاه حمایت کنیم، مشکلات خیلی انگیزه دارن. حالا من شنیدم ایشون قبل از اینکه قراردادشون امضا شه گفته بودن ما بریم تمرین رو بتونیم شروع کنیم سریع، درسته؟ بله، ایشون اصلا قبل از قرارداد میگفت بریم تو سر تمرین و خیلی انگیزه دارن. ببینید ما الان وظیفه‌مون حمایت از تیمه، تمام مشکلات رفتن آقای برانکو رو بیندازم به حوزه مدیریت باشگاه پرسپولیس. رو یه چیزی شما من دیروزم عرض کردم، بحث مدیریت و تغییر مدیریت در سنوات گذشته الان رسیده به 8 ماه. دیروز شما توضیح دادن تو ورزش و مردم تغییر مدیریتی در باشگاه، عمر مدیریتی رسیده به 8 ماه، درسته؟ این تغییرات مدیریتی اگر میخواست که در واقع اثرگذار باشه اثرشو میذاشت دیگه. باید بریم سراغ ایرادات ساختاری و مشکلات ساختاری باشگاه پرسپولیس و ببینیم که چه مشکلات ساختاری داره. اینها رو حل نکنیم پرسپولیس مشکلاتش حل نمیشه و پرداختن به مسائل در واقع یک سری موضوعات نمیدونم در واقع سطحی مشکل باشه پرسپولیس. ما استعفای باز داریم پیش آقای وزیر که دیروز هم گفتیم، و ولی اینکه 3-4 روز اخیر همه اخباری که مطرح شده بود اینا همه اخبار جعلی بود. من فکر میکنم که یه سری نمیخوان پرسپولیس موفق بشه، باید هوادارا مواظب باشن که این جریانات
به پرسپولیس سر بنزن. خیلی متشکرم. سال حاشیه دیگه. نه دیگه وقتی تو میای من دیگه بدونم که زمان تموم. یعنی تموم. خیلی متشکرم آقای. ممنونم. مسیج مرسی چرم از تو افتاد رو زبونه من. سپاسگزارم ازت. یه فاصله میگیریم آگهی‌ها رو می‌بینیم برمیگردیم روزنامه‌ها رو با صدوسن حسینی براتون مرور می‌کنیم.